در دنیای همیشه در حال تغییر و تحقیق و اکتشافات علمی، اذهان درخشان بشر با سرعتی بیشتر از همیشه در حال پیشرفتند. امسال یعنی سال 2024 هم از این قاعده مستثنا نبوده، چون چندین کشف هیجان انگیز توی زمینه‌های مختلف در این سال صورت گرفته. در ویدیوی امروز قراره 5 تا از اونها رو با هم مرور کنیم. الکسیا لوپز، دانشجوی دکترا در حال بررسی داده‌های به دست اومده از پروژه تحقیقاتی اسپز، دانشجوی دکترا در حال بررسی داده‌های به دست اومده از پروژه تحقیقاتی اسلون بود که به یک کشف باور نکردنی از یک دنیای دوردست رسید. در فاصله 9.2 میلیارد سال نوری از ما، یک حلقه بزرگ از خوشه‌های کهکشانی وجود داره که به قدری عظیمه که عقل از درکش عاجز میمونه. به این ساختار لقب حلقه بزرگ رو دادن. قطر اون در حدود 1.3 میلیارد سال نوری و محیطش 4 میلیارد سال نوریه و ممکنه بزرگترین ساختار در کل جهان قابل مشاهده باشه. اما یه مشکل اساسی توی حلقه بزرگ وجود داره و اون اینه که وجودش باعث میشه بعضی از اصول شناخته شده کیهان شناسی زیر سوال بره. برای فهمیدن اینکه چطور این حلقه اساس علم اختر فیزیک رو دچار شک کرده، باید کمی به عقب‌تر بریم. در واقع خیلی عقب، تا زمان بیگ بنگ. در چند صد سال اول بعد از بیگ بنگ، جهان با پلاسمایی متراکم پر شده بود. وقتی امواج توی این پلاسما حرکت می‌کردن، قله‌ها و دره‌های ایجاد می‌کردن. این پدیده که به نوسانات صوتی باریونی یا BAO معروفه، جاییه که ماده روی این امواج اولیه تجمع می‌کرد و همین تجمع‌ها باعث شکل‌گیری توزیع ماده‌ای شد که به همراه الگوهای تابش پس زمینه کیهانی امروز در کل کیهان می‌بینیم. مشکل اینجاست که تحلیل بیگ بنگ و مدل‌های فعلی BAO نشون میده که اندازه حداکثر ساختارهای کیهانی نباید بیشتر از 1.2 میلیارد سال نوری باشه، چیزی که یه جورایی خوب به نظر میرسید تا اینکه شروع به کشف چیزهای بزرگتر از این حد کردیم، مثل حلقه بزرگ. اما عجایب فقط به اینجا ختم نمیشه. چیزی که حلقه بزرگ رو حتی عجیب تر میکنه اینه که در کنار یک کشف دیگه که در سال 2021 قرار گرفته و اون هم قوس عظیم در فضاست، که اتفاقا اون هم توسط همین دانشجوی دکترا یعنی الکسیا لوپز کشف شده بود. قوس عظیم به نظر میرسه حتی بزرگتر از حلقه بزرگ باشه، چون به جای دایره کامل به شکل یک قوسه که طولش 3.3 میلیارد سال نوریه. برای درک اندازه بسیار بزرگ این ساختارها، باید گفت که خوشه کهکشانی که راه شیری ما توش قرار داره، یعنی ابر خوشه لانیکیا، تنها حدود 520 میلیون سال نوری قطر داره. یعنی با وجود اینکه حدود 100 هزار کهکشان توش قرار داره، در برابر حلقه بزرگ و قوس عظیم واقعا به چشم نمیاد. قوس عظیم اونقدر بزرگه که اگه با چشم غیر مسلح توی آسمون شب دیده میشد، فضایی برابر با 20 ماه کامل کنار هم رو در بر میگرفت و به طور کلی حدود 1/5 شعاع کل کیهان قابل مشاهده رو اشغال میکنه. با اضافه شدن حلقه بزرگ در سال 2024، حالا دو ساختار فوق‌العاده عظیم داریم که منشأشون هنوز توضیحی نداره و نزدیکی غیر منتظرشون سوالات بیشتری رو ایجاد کرده. خود دکتر لوپز میگه که حلقه بزرگ و قوس عظیم چه به تنهایی و چه با هم یک معمای بزرگ کیهانی رو پیش رومون گذاشتن و اندازه های بسیار بزرگ، شکل های منحصر به فرد و نزدیکی کیهانیشون حتما دارن چیز مهمی رو به ما میگن، ولی اینکه دقیقاً چی میگن هنوز نمیدونیم. باتری ها برای عملکرد جامعه ما حیاتیان. توی گوشیامونن، توی کامپیوترها، ماشینهامون و تقریبا همه زیرساختهای مهمی که زندگی مدرن رو ممکن کردن. اما با اینکه بهمون امکان ذخیره و حمل انرژی الکتریکی رو میدن، مشکلات خودشون رو به همراه آوردن، مخصوصا توی استخراج منابعی که برای ساختشون لازمه. یکی از مهمترین این منابع لیتیومه که برای باتری‌های خودروهای الکتریکی ضروریه. استخراج لیتیوم کار آسونی نیست و نیازمند استفاده از موادی مثل اسید سولفوریک و سدیم هیدروکسیده که میتونن به اکوسیستم محلی آسیب بزنن، مقدار زیادی آب تازه رو مسموم کنن، باعث جنگل زدایی بشن و کلی مشکل دیگر رو به بار بیارن. در واقع با اینکه خودروهای الکتریکی به طور قابل توجهی آلایندگی ها رو نسبت به موتورهای احتراقی کاهش میدن، تولیدشون در واقع آلاینده تره.
علاوه بر این منابع لیتیوم بی‌نهایت نیستند و درست مثل هر منبع دیگه این نهایتاً هزینه استخراجش بالا میره، چون روش‌های جدیدی برای دستیابی به ذخایر عمیق‌تر یا دشوارتر نیاز خواهد بود. علاوه بر باتری‌های لیتیومیونی، انواع دیگه‌ای از باتری‌ها مثل آلکالین، اسید سرب و نیکل کادیوم هم هستند که هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن. به همین خاطر پیدا کردن منابع پایدارتر یا ارزونتر برای باتری ها میتونه تأثیرات وسیعی برای دنیا و همچنین آینده دستگاه های همراه، حمل و نقل و کارایی پنل های خورشیدی داشته باشه، که دقیقاً کاریه که امسال دو تیم در استرالیا و چین انجام دادن. تیمی از استرالیا به رهبری محققان مؤسسه فناوری سلطنتی ملبورن نوعی باتری جدید به اسم باتری آبی بازیافتی توسعه دادن. هر باتری از سه بخش اصلی تشکیل شده: یک قطب مثبت به نام کاتود و یک قطب منفی به نام آنود و یک الکترولیت که این دو رو به هم وصل میکنه و انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنه. معمولا الکترولیت ماده‌ای خطرناکه، مثلا در باتری‌های اسید سرب از اسید سولفوریک استفاده میشه و به همین دلیل بیشتر انواع باتری‌ها رو نباید با زباله‌های خانگی دور ریخت، چون میتونن برای محیط زیست مشکلاتی ایجاد کنن. اما دستاورد تیم استرالیایی اینه که الکترولیت نمونه اولیه باتری اونها چیزی نیست جز آب با کمی نمک. به این اختراع خودشون اسم باتری آبی یون فلزی رو دادن. مزیت اصلی این باتری اینه که وقتی الکترولیت آبش خالی از شارژ میشه، میشه به راحتی اون رو خارج کرد و دوباره پر کرد و این احتمالاً باعث میشه که عمر باتری نامحدود بشه. الکترولیت های آبی خطر آلودگی شیمیایی باتری های اسید سرب رو ندارن و مثل باتری های لیتیوم یونی هم خطر آتش سوزی شدید ندارن. علاوه بر این خیلی هم ارزون ترن. تا حالا تیم استرالیایی چند نمونه از باتری های کوچیک مثل باتری های قلمی و باتری های ساعت ساختن. هر کدوم از این باتری ها میتونن حداقل 500 بار شارژ بشن و بعد از بیش از 700 بار شارژ هنوز 80% ظرفیتشون رو حفظ کردن. یکی از نکات کلیدی برای حفظ ظرفیت این باتری استفاده نوآورانه این تیم از اکسید آهن. معمولا در طول عمر باتری زائده های فلزی کوچیکی به اسم دندریت روی آنود تشکیل میشن که میتونن کارایی باتری و توانایی شارژ نگه داشتنشون رو کاهش بدن. تیم استرالیایی جلوی تشکیل این دندریت ها رو با پوشوندن آنود با لایه‌ای نازک از عنصر بیسموت و اکسید کردن اون یا به عبارتی زنگ زدن گرفته و از تشکیل این زائده ها جلوگیری کرده. در همین حال تیمی در چین راه حل متفاوتی ارائه داده: استفاده از کلسیوم. دانشمندان دانشگاه فودان در فوریه 2024 اعلام کردند که نوعی باتری کلسیومی ساختن که میتونه 700 بار شارژ بشه. کلسیوم خیلی بیشتر از لیتیوم در طبیعت پیدا میشه، تقریبا 2500 برابر بیشتر و حدود 4% از پوسته زمین رو تشکیل میده. این سومین فلز رایج روی زمینه. اگه تعداد دفعات شارژ و اندازه و توان کلی این باتری ها بهبود پیدا کنه، خودش میتونه جایگزین ارزون تری برای باتری های لیتیوم یونی باشه. اما یه ویژگی دیگه یه کلسیوم باعث شده که جذابیتش بیشتر بشه. به نظر میرسه باتری های کلسیومی خیلی انعطاف پذیرن و محققان نشون دادن که میتونن مدل های کوچیکش رو در پارچه های نازک هم بسازن، که این شاید به نسل بعدی دستگاه های پوشیدنی مثل لباس های روزمره تبدیل بشه. علاوه بر این یه مدل خاص از این باتری ها به نام باتری کلسیوم اکسیژن هست که تئوری های موجود میگن میتونه بیشترین ظرفیت و چگالی انرژی رو داشته باشه. این باتری ها میتونن از اکسیژن موجود در هوا برای تأمین انرژی استفاده کنن که اگه عملی بشه یه جهش بزرگ تکنولوژیکیه. اما متاسفانه این باتری ها در دمای اتاق پایدار نیستن و فعلا برای نگه داشتن شارژ بیشتر از اونچه که انرژی تحویل میدن به انرژی نیاز دارن. به هر حال با معرفی باتری های آبی و کلسیومی در سال 2024 آینده ی انرژی به نظر امیدوار کننده میاد. در سال 2016 تیمی که روی پروژه کندلز، یکی از بزرگترین پروژه های تلسکوپ فضایی هابل کار میکرد، داده هایی را از این تلسکوپ بررسی کردند. با نگاهی به دورترین نقاط کیهان این تیم اعلام کرد که تحلیل های بیشتر روی کهکشان GNZ11 نشون میده که این کهکشان حدود 13.4 میلیارد سال پیش، فقط 400 میلیون سال بعد از بیگ بنگ وجود داشته. در اون زمان این کهکشان به عنوان قدیمی ترین و دورترین کهکشان شناخته شده در جهان بود. از اون موقع تیم هایی که با تلسکوپ فضایی جیمز وب کار میکنن چند کاندیدای دیگه کشف کردن که احتمالاً از GNZ11 دورترن
و این باعث شده که توجهات نسبت به GNZ11 در طول سالها کمتر بشه. اما تلسکوپ جیمز وب تنها به خاطر اینکه میتونه فواصل دورتر رو ببینه و چیزهایی رو پیدا کنه که هابل نمیتونست شگفت‌انگیز نیست. این تلسکوپ همچنین برای بازبینی یافته‌های هابل هم مفیده و میتونه تصاویر واضح‌تر و داده‌های دقیق‌تری به ما بده. و دقیقاً همین کار رو تیمی از ستاره‌شناسان در ژانویه 2024 انجام دادن. تلسکوپ جیمز وب نگاهی دقیق به GNZ11 انداخت. اما این بار چیزی که توجه محققان را جلب کرد سیاه‌چاله مرکز این کهکشان بود که حالا اعتقاد دارند قدیمی ترین سیاه‌چاله در جهان قابل مشاهده است. اما به گفته محققان تنها سن این سیاه‌چاله نیست که شگفت‌آوره. این موضوع چند سال پیش بررسی شده بود. چیزی که واقعا تعجب‌آور بود اندازه بسیار بزرگ این سیاه‌چاله است که به هیچ وجه با سنش همخونی نداره. اندازه سیاه‌چاله به خاطر درخشندگی بالاتر از انتظار این کهکشان به چشم اومد. در ابتدا تصور می‌شد که این درخشندگی به خاطر تعداد زیاد ستاره هاست، اما بررسی‌های بیشتر نشون داد که بیشتر این نور در واقع از گازهای داغی نشأت می‌گیره که دور سیاه‌چاله می‌چرخند و قبل از اینکه از افق رویداد عبور کنند حرارت خودشون رو منتشر می‌کنند. نکته جالب اینجاست که چنین میزان مصرف ستاره‌ها نباید به این سرعت بعد از بیگ بنگ اتفاق می‌افتاد. طبق مدل‌های فعلی تشکیل سیاه‌چاله‌ها، اگر سیاه‌چاله در کهکشان GNZ11 با سرعت معمولی رشد کرده باشه، حدود 1 میلیارد سال طول می‌کشه تا به اندازه فعلیش برسه، نه 400 میلیون سال. این دقیقاً مثل این نمونه که یه پسری رو ببینی که مطمئنی فقط 10 سالشه، ولی به نظر میاد مثل یه مرد بالغ با ریشه کامل باشه. چیزی که اصلاً جور در نمیاد. به نظر میرسه یک چیزی که فکر می‌کنیم ازش مطمئنیم، باید اشتباه باشه. این میتونه چند تا معنی داشته باشه. شاید سیاه‌چاله‌ها در اوایل کیهان با سرعت بیشتری نسبت به الان رشد می‌کردن، یا شاید از همون ابتدا بزرگتر بودن، چون گفته شده که بعضی از اونها شاید از فروپاشی ابرهای گازی عظیم تشکیل شدن، یا شاید هم تخمین‌های زمانیمون اشتباهه، یا برای سن کهکشان مورد نظر یا برای کل کیهان. هر چی که جواب باشه، این یافته‌های جدید تنها به معمای سیاه‌چاله‌ها اضافه می‌کنه، یه معمای عمیق و ادامه دار. در سال 1996 اولین حیوان با موفقیت شبیه سازی شد، دالی، گوسفندی که وجودش نشون میداد مهندسی ژنتیک پتانسیل هایی داره که از تصورات هم فراتر میره. از اون زمان تا حالا بیش از 20 گونه دیگه با موفقیت شبیه سازی شدن، از جمله سگ ها، گربه ها و حتی گاو ها. چیزی که توی همه این شبیه سازی ها مشترک بود استفاده از همون تکنیک، یعنی انتقال هسته سلول سوماتیک یا SCNT بوده. این فرایند شامل حذف هسته یک سلول تخمک و جایگزینی اون با هسته یک سلول سوماتیک دیگه است که میتونه از هر قسمت دیگه ای از بدن گرفته بشه. در شرایط مناسب و بعد از تحریک سلول جدید با یک شوک، این سلول شروع به تقسیم میکنه. اگه به درستی مراقبت بشه، این سلول ها میتونن در نهایت به یک موجود زنده کامل تبدیل بشن، یعنی یک کپی دقیق از والد خودش، چون فقط یک مجموعه ماده ژنتیکی داره. همونطور که گفتیم این تکنیک روی خیلی از حیوانات استفاده شده، اما با نخستی ها همیشه دشوار بوده، تا اینکه بالاخره در سال 2018 اولین میمون ها با این روش شبیه سازی شدن، یک جفت ماکاک به نام جونگ جونگ و هوا هوا. با این حال، در حالی که شبیه سازی ماکاکا پیشرفت محسوب می شد، هدف واقعی شبیه سازی میمون های رزوس بود که دلیلش هم به خاطر شباهت های ژنتیکشون به انسانه. تلاش ها تا سال 2024 طول کشید تا اولین میمون رزوس با استفاده از SCNT شبیه سازی بشه که اسمش رو گذاشتن رترو. محققان دانشگاه آکادمی علوم چین در نهایت به این موفقیت رسیدن وقتی فهمیدن دلیل شکست بسیاری از تلاش های قبلی مشکل جفت ناقص بوده. به دلایلی میمون‌های رزوس شبیه سازی شده با SCNT نمیتونستن از جفت و بند ناف به درستی تغذیه کنن، مشکلی که با استفاده از سلول‌های سالم از یک میمون غیر شبیه سازی شده برای رشد جفت حل شد و در نهایت به تولد رترو منجر شد که اولین مورد از نوع خودش بود. به گفته محققان، میمون‌های ژنتیکی همسان برای آینده علم پزشکی ضروری‌اند، چون شباهتشون به همدیگه باعث میشه که نتایج آزمایش‌ها با اطمینان بیشتری به دست بیاد. اونها معتقدند که این به کاهش تعداد میمون‌های مورد استفاده از آزمایش‌ها منجر میشه، اما برای خیلی‌ها این موضوع نگران کننده است.
اول اینکه این دستاورد فقط ترس این رو بیشتر میکنه که روزی شبیه سازی انسان ممکن بشه، چون با وجود اینکه هر هیئت اخلاقی و بیشتر ژنتیک شناسا با این کار مخالفن، پیشرفت های این حوزه دائما یک قدم به این سمت نزدیک تر میشه. نگرانی دیگه‌ای که وجود داره از طرف حامیان حقوق حیوانات که معتقدن نباید روی میمون‌ها آزمایش انجام بشه، چه برسه به این که بخواد یک خط ژنتیکی مخصوصشون برای آزمایش بیماری‌ها و داروها ایجاد بشه. به هر حال با وجود موفقیت اخیر هنوز خیلی با توانایی شبیه‌سازی مداوم میمون‌های رزوس فاصله داریم. در نهایت رترو تنها نوزاد سالم از بین 113 جنین ایجاد شده بود، یعنی نرخ موفقیت کمتر از 1%. با این حال چیزی که محققا به اون دست پیدا کردن نشون میده که این کار ممکنه درهای جدیدی رو برای مهندسین ژنتیک در سراسر دنیا باز کنه. با وجود این همه پیشرفت دیگه در علم و فناوری، جای تعجب نیست که حوزه رباتیک هم با سرعت زیادی پیش میره. در ژانویه 2024 دانشگاه ایالتی واشنگتن اعلام کرد که مدرسه مهندسی مواد و مکانیک اونها دو ربات حشره مانند ساخته که کوچکترین نمونه های موجود در جهانه. کوچکترینشون که اسمش مینی باگه فقط 8 میلی گرم وزن داره، در حالی که دیگری که به شکل یک حشره آب پیمای مدل سازی شده است 55 میلی گرم وزن داره. نکته خیلی جالب درباره این ربات ها سرعت حرکتشونه. هر کدوم از اونها میتونن حدود 6 میلیمتر در ثانیه حرکت کنن. قطعاً خیلی کنتر از حشرات واقعی، اما خیلی سریعتر از سایر همتایان میکرو رباتیک خودشون. راز سرعت این ربات‌ها در محرک‌های ریز اونهاست که با استفاده از یک تکنیک جدید اونها را تا حدی کوچیک کردن که وزنشون به کمتر از 1 میلی گرم میرسه. نحوه کار این محرک‌ها به کمک آلیاژ‌های حافظ شکله. فلزی که وقتی گرم میشه تغییر شکل میده، ولی بعد از خنک شدن دوباره به حالت اصلی خودش برمیگرده. هر محرک شامل 2 سیم از این آلیاژ حافظ شکله. این سیم ها میتونن به سرعت با جریان الکتریکی کوچیکی گرم و خنک بشن و اجازه میدن بخش های مکانیکی ربات خیلی سریع حرکت کنن. در مورد آب پیما، اون میتونه بالهاش رو بیش از 40 بار در ثانیه تکون بده. محققا هنوز کارشون تموم نشده. اونها وقت زیادی صرف مطالعه حشراتی که به عنوان مدل استفاده کرده بودن کردن و چیزهایی رو که باعث میشه سرعتشون بیشتر بشه رو شناسایی کردن که امیدوارن در نسخه های آینده پیاده سازی کنن. همچنین یکی دیگه از اهدافشون ساختن یک باتری خیلی کوچیکه که اجازه بده این ماشین های کوچیک بدون اتصال به منبع تغذیه کار کنن. کاربردهای ربات هایی به این اندازه بی‌نهایت زیاده، مثل جراحی ها با کمک ربات، پایش محیط زیست و تولید مواد. همچنین این امیدواری هست که روزی انبوهی از این مینی ربات ها برای گرد افشانی مصنوعی در مکان هایی که گیاهان به سختی گرد افشانی میشن استفاده بشن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب نکردید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.